یو یو یو، سلام سلاطین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج این جانه. معرفی کنه خودشو. سلام بچه ها، منم دوست دکتر سنا هستم. خوبه تا اینجا؟ دوستشم دیگه. متین کیاوش. فامیلشم. هنون دنبال یه اسم خاص میگردم که متین خاص خودش دیگه داداش. آره، پسفم براش پیدا کنم. متین کی خوبه؟ اون کی هم میتونه هر چیزی. متین تیبا مثلا. متین تیتا. خیلی مخلصیم. خب میخوایم تاک شو جدیدن، یعنی تو ایده اومده که تاک شو داشته باشیم، دو نفری بشینیم با هم دیگه تو ماشین، حالا یا در حال رانندگی یا هم یه جایی وایستیم، با هم دیگه راجع به یه موضوعی صحبت کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشیم. ایشون هم هیچ خبری از موضوع نداره، موضوع رو من میندازم وسط، نظرش رو میپرسیم. اگه براتون مهم بود ادامه ویدیو رو ببینین، اگه براتون هم مهم نبود لایک کنین و سابسکرایب و بعدش خیلی خوش اومدین. عرضم موضوعتون که سنگ دیه. من دیمایی هستم. اون سنگ دیه. آره سنگ گیه تو ببین. خب نظر شما در مورد آقا درزه، من تجربه زیاد جلو دوربین اومدن رو ندارم، ولی خب از خود تعریف نباشه ذهن پری دارم. خب مثلا برای چرت و پرت گفتن آقا درزه فوش اینا هم تا اون حد میشه داد جلو دوربین؟ یا آنالیزینگ میزنه خارتو؟ نه اونقدی، ولی فوش نده که مثلا یکی خواست ببینه. مثلا یک نه ببین، مطالعه آزاد زیاد دارم. با اینکه در مورد داشتم بخوام بگم، مطالعه عمومی خیلی زیاد دارم خدا رو شکر، و اینکه تایم مجازی زیاد مثلا برای مجازیم تایم زیاد میذارم، و تو زمینه موسیقی و اینا هم فعالیت خیلی دارم، و اینکه حسابداری خوندم همه. بیوگرافی کامل. آقا نظر شما در مورد متلک انداختن به دخترها چیه؟ این که الان چالشه، یه ماه همون میشه هر روز ما با هم. خب نه، میخوام نظرمونو بدیم و مردم بعدن کامنت بذارن، مردم هم نظرشونو بدن. ببین من واقعا نظرم اینه که الان هرچی بگی حرف کلیشه ایه، یعنی همه همینو میگن. خب ولی من میگم با اندازش اشکال نداره. مثلا اینکه اگه بخوای بری دست رازی کنی یا یه حرفای بدی بزنی، من واقعا باش مشکل دارم. اما اینکه بخوام فقط سکوت کنم و کنار دختر رو رد شم، با اینا مشکل دارم، حال نمیکنم. ولی خب از این طرف بازی اخلاقی دارم، دوست ندارم همیشه حد وسط باشم، ولی متاسفانه تو این موضوع حد وسطم. یعنی چی حد وسطی؟ الان به نظر تو اصلا متلک در حد متوسطی منظورت چیه؟ یعنی چی؟ یعنی متلک دست رازی که میشه خیلی بد، که یعنی رکی کنی؟ آره خب اون کارا چه خیاله. متلک های رکی که مثلا اینم خیلی، اینم به نظر من مثلا چی متلک های رکی؟ حالا مثلا بگو سیر جایه، مثلا سیر تو بخورم جون، چه سیری، چه سس سفیدی. آره آره اینا که خیلی شاتو تو تا ولی به نظر من مثلا که خانم اگه امری داریم برسونم بهتون، مثلا خانم اگه جای اسنپ میفهم چی میگم، مثلا در حد این که یه مکان. آقا این منو واقعا تخلیه ذهنی میکنه. بعد کار نداری که مثلا اون دختر داره به تو نخ میده یا نه، مثلا یه دختر باشه داره تو خیابون راه میره سرش هم پایینه، حالا دافه حالا پلنگه، ولی خب سرش پایینه داره راه میره، اصلا به تو اندک نگاهی نمیکنه، تو بازم به اون مثلا میگی سلام؟ حد در همین حد، اینم یه تیکه حسابش. نه اونی که بخواد سرش پایین باشه رو که هیچی نگاه نمی کنه، ولی من اونی که اول یه نگاه میکنم میبینم مثلا قبلش، آقا یه چش تو چشم، یه تایم چند ثانیه‌ای حتما باید نگاه بکنه که من چی بهش میگم. خب من دیدم کسایی هم که به تو کاری ندارن تو بهشون میندازی. مثلا کی؟ مثلا همین الان از خوب پروش اومدیم بیرون. توفی رایت داداش ماست این آقا، ول کن وید کپی رایت میشه اسمش. باز به نظر من اصلا خب میدونی چیزی بهت اضافه نمی کنه این کار. خب یعنی تو مثلا به یه دختر تیکه میندازی، خب که چی؟
میدونی تو مثلا از کنار یکی رد میشی میگی اسنپ، خب که چی؟ اصلا من میگم آقا آدم باید همه کارهای آدم نیاز به نتیجه و دلیل به نتیجه داشتن. خب ما خیلی از کارامونو بیهوده انجام میدیم. ما الان میایم تو خیابون مثلا دور دور میکنیم که چی؟ بهت حس خوبی میده دور دور. خب اینم حس خوب میده. یعنی واقعا تو مثلا به یه دختری بگی اسنپ، بهت حس خوبی میده. حالا تو اون کلمه اسنپ شاید مثلا حس خوبی نده، ولی اینکه تیکه رو بندازی آره در مجموع حس خوبیه به نظر من. مثلا اگه نگاه کنه بخنده، خب یه بار دیگه هم مثلا بعد از یه دور زدن بهش میگه بعد این آقا یه رابطه شروع میشه. من خیلی از رابطه هم همینطوری شروع شده سلام، واقعا خیلی رابطه. نه اینکه برم مثلا مزاحمت ایجاد کنم به زورا، ولی دوتا تیکه میداختم دور بعدی و دور میزدم آقا تیکه نزیم میشنده میخندیدن. آره یا پشترشون را میافتادم خیابون کاشفی مثلا. خب من یه موقع هست تیکه ای که تو میندازی هدفمنده، خب تو میگی آقا من به این دختر تیک، از این دختر خوشم اومده، دوست دارم مخشو بزنم، خب بذار یه تیکه ای بندازم ببینم میگیره یا نه. خب ولی یه موقع هست این میشه لقلقه زبونت، اینو من مخالفم باش که تو مثلا بدون هدف تو مثلا همینجوری کونت میخاره یه تیکه ای میندازی. من با این مخالفم، میگم آقا تو مثلا یه موقع هست یه دختره کنار خیابون وایستاده، تو میگی وای این چه چیزیه من دوست دارم مخیم رو زنم یه تیکه. زبون میدونی برای کیه؟ برای وقتی که شما تو هر حالتی این کار رو به اجبار انجام میدی، یعنی سر صبح ساعت 9 صبح که اصلا تایم این کار نیست، یا مثلا میخوای بری سر کار بین مسیر، یا اصلا سر درد میکنه توی همون سردرد. نه من اینطوری نیستم. من وقتی که خیلی حالم خوبه این کارو میکنم، وقتی مثلا 5 بعد از ظهر میزنم تو خیابون، این تایم دارم برای این کار، خب تایم دارم، نیاز به حال خوب دارم، اجباری برام نیست. خب چرا اینو میگی من که تو رو میشناسم؟ واقعا اینجوری نیستم. نه تو این کار تو اصلا ناخودآگاه میاد این، یعنی تو خودآگاه نیست. اتفاقا من بحثم خب همینه، تو نمیتونی اینو کنترل کنی. من برای همین به تو میگم، میگم آقا الان سوار ماشینیم داریم از کنار دو نفر رد میشیم و تو من مخالف این که من تو هم میدونم که دوست نداری مخه اینا رو بزنی، تو ناخودآگاه این میاد. من اتفاقا خیلی اوکی هم که تو خودآگاه این کارو بکنی، تو آقا بگی میدونی تو به ذهنت فرمان بدی این کارو بکنه، نه ذهنت به تو. من حرفم اینه کلت به تو نگه این کارو بکن، تو به کلت بگی، تو بگی آقا تو، من خیلی دیدم خودت هم فکر کنی موافقی باش که تو بعضی از تیکات اصلا ناخودآگاهه، اصلا بهش فکر نمی کنی تیکه میندازی، اینو قبول کن. آره من خیلی وقتا اصلا فکر نمی کنم تیکه. آره خوب هر شمات فعل بدم. آره خوب این میشه لقلقه زبون، این میشه آقا مثل اینه که یکی نمیگه که یکی مثلا فکر میکنه الان فوش دادن میچسبه، الان فوش دادن باعث میشه که طرف خوشش بیاد. حالا تو چرا هیچ وقت متلک نمیندازی؟ چون من با کسی هم. خودش منم با کسی هم. خب من متعهدم. خب من متعهدم. خب تو این کارو با تعهد در تناقض. نه من دوست دخترم ناراحت میشه. دوست دخترم منم ناراحت میشه، ولی قرار نیست کسی بفهمه. اصلا آره ببین خب تو داداش تو فکر می‌کنی مثل اینه که ببین یارو میره ترک میکنه مواد خام، بعد مثلا سیگار میکشه، بعد میان میگن که سیگارم دیگه نمیکشه، بعد میان میگن تو چرا مثلا سیگار نمیکشی دیگه، مثلا 10 روز ترک کردی، میگه چون مواد رو ترک کردم. چه ربطی داره سیگار مگه مواده؟ ها بذار به دلیل اصلیش رو بگم. این تناقضی نداره با متعهد بودن و اصلا. آره اگه واقعا بنا به تعهد باشه، من حداقل تو ذهن خودم اینه که من متعهد ترینم. خب نگاه دلیل اصلیش اینه که به من این کار حس بدی میده. من بوده با دختری هم بودم. دلیل تو من مثلا یه چند بار شنیدم خیلی سوختم، چون من فلانم. خب یعنی چی من فلانم؟ خب دلیلش اینه دیگه، نگاه چون من بذار دلیل چون من متعهدم. نه چی گفتم؟ اون روزه باید پاسیده گفتم کار ما باید پس میدم. نه بعدم بدیگه. نگاه من آقا چون بهم حس بدی میده این کار، خب دوست ندارم احساسم. چرا آدم باید دنبال این باشه همیشه حالش خوب باشه دیگه؟ خب من بهم حس بدی میده این کار، برای همین این کار رو انجام نمیدم آقا. یعنی خیلی واضحه، تو اگه مثلا فرض کن حموم رفتن حالتو بد کنه، یکی بهت بگه آقا حموم خیلی خوبه، حموم باعث میشه احساس تر و تازه به دست بده فلان، تو وقتی میگی وقتی من حموم میرم حالم بد میشه، خب چرا حموم بری؟
منم چون حس بدی بهم میده این کار، من بوده با دختر بودم تیکم مینداختم. الان یه حس خوبی یه کاری بهت بده بدون علت انجامش میدی؟ خب نه، الان آمریکا رفتم به من حس خوبی میده. نه نه نه، تو رفتاره، تو یه کرداره تا نگفتم. 100% صد در من الان یعنی با شخصیتی که الان دارم. خب چرا شاد... پس از من پرسیدی چرا تیکه میندازی؟ خب نه، من میگم این نباید لقلقی، این بعضی موقع به تو حسی نمیده، من اینو میگم. آها خب اینو نگفتی، الان اینو من گفتی. نه من میگم آقا لقلقی زبون. آره آره. من میگم وقتی داداش این کار به تو حسی نمیده خانوم هیچ... ببین داداش این اینو میگه، میگه هر کاری حس خوبی بهت میده بکن، ولی من حس میکنم تو هر از گاهی همچین کاری میکنی حس خوبی بهت نمیده، از روی ناخودآگاه و اجبار این کار انجام. اینو میگی؟ آره. من در مقابل این جمله تسلیمم، ولی این که بگی چرا انجام میدی حتی وقتی چرا حالتو خوب میکنه، میگم آخه برای اینکه حالمو خوب میکنه. میدونی چی میگم؟ آره من با این ما دیماهیه، یه دیماهیه خیلی مغروری هستیم به خصوص اونایی که عواسط. آقا برو این سال بعد. نه سوال همینه، راجع به همین میخوام. صندلی آزاد چی میگن؟ چی آزاد؟ صندلی داغ. صندلی داغ چه سوال جوابه؟ آه منطقه آزاد. منطقه آزاد. تریبون آزاد. تریبون میخوام تریبون آزاد بزنیم راجع به متلک انداختن. آقا اصلا این کار درستیه، کار غلطیه، و منم میدونی کاملا با این موافقم که کار درست و غلطی وجود نداره. در مورد متلک انداختن در زمین رو بهتون بگم، خیلی مهمه که جنسیت چی باشه. یعنی الان شما مثلا خیلی چیزا هست، مثلا یه سوال دور زدن نظرتون چیه؟ خب این هم خانوما هم آقایون میتونن یه سری نظرهای واقعا مشترکی داشته باشن، خب ولی برای یه موضوع مثل متلک انداختن به هیچ عنوان نمیشه جنسیت رو در نظر نگرفت. یعنی شما واقعا شاید تنها موضوعی هم باشه که نشه مثلا بگی مهم نیست دختر پسر بودنش، اتفاقا خیلی مهمه چون خودتون میدونید موضوع چیه دیگه، ولی بازم میشه کامنت های مشترک داشته باشیم بین پسر و دختر رو تو این موضوع. اما خیلی مهمه، من از طرف اگه واقعا اگه حالا کسی هست که تو این کلیپ مثلا خانمی هست که ما بسیم مترک انداختیم اینجا ما رو آره ممکنه یه روزی باشم، من ازتون عذرخواهی میخوام. عذرخواهی میخوام ازتون عذرخواهی، ازتون عذر میخوام. و اینکه جو آقا ایشون اصلا با ما نیست داداش، ما تک پریم، حس خوبی هم میدونی. پس آقا بیایم این نتیجه رو بگیریم که آدم باید کاری رو کنه که احساس خوبی بهش بده. آره خب ولی آخه بعدش اینه که من هر کار بدی بیشتر به مال حس خوب خب تو مشکلی نداری که شاید کار حس خوبی که تو میگیری باعث بشه طرف حس بدی بگیره، تو بازم اون کارو میکنی؟ نه فکر میکنم بعضی جاها این کارو نکنم. خب شاید تو تیکه‌ای که میندازی به طرف حس خوبی نده. میدونی تو، من موافقم آقا، تو یه جایی نشستی دختره داره باهات چش تو چش میکنه، میبینی این دختر خودش میخواد، میری بهش تیکه رو میندازی، ولی تو بعضی جا تیکه انداختن باعث میشه به اون حس بدی بده. یا به کسی که کنارته، تو مثلا آقا به یکی تیکه میندازی میدونی که وقتی با منی به من حس بدی میده این تیکه انداختن. خب تیکه ننداختن من به تو حس بدی نمیده، به تیکه ننداختن من به تو حس بدی میده. خب ولی تیکه انداختن تو من حس بدی میده، و این میشه احترام، این میشه آقا خودتو تو دل بقیه جا کنی، این میشه کاری کنی که یه روزی آدمای دورت به تو احترام بذارن. چرا؟ چون بهشون احترام میذاری. این میشه که تو خواستنی میشی، این میشه که مردم تو رو دوست دارن. چرا؟ چون به عقیده و به کارهای مردم احترام میذاری. تو یه سری کارا رو اگه میخوای بکنی یا باید تو جمعش بکنی یا باید تنهایی بکنی. نگاه مثلا خودمونیم آقا، تو نمیای وسط یه پارک بکشی پایین بشاشی، بخوای بری یه جایی بشاشی میری یه گوشه میکشی پایین میشاشی. چرا؟ چون میدونی این کار برای بقیه خوشایند نیست. خب این دقیقا میشه تو رابطه فردی. یعنی آقا تو مثلا من و تو وقتی با همین تو تیکه میندازی، تو میدونی که این کار به من حس خوبی نمیده، برای همین بیا کنترل شده این کارو بکن، بگو اوکی الان با سنا بیرونم پس تیکه نمیندازم. که هزار بارم ما با هم بیرون بودیم، تو تیکه انداختی و تهش چی نشده، تو تهش مخ اون دختره رو نزدی. آره. این تیکه فقط آره میدونی من همین الان جلوی
چند تا 270 و معلوم شاید اینو 10,000 تا ببینن یه روزی، شاید 100,000 تا ببینن. اصلا من از همین هر چی خدا خواهد، از همین تریبون 13 پرو نه 13 معمولی، از 13 معمولی، از همین تریبون 13 معمولی ناموسن قول میدم کمتر این کار. ببین من نه که بگه الان همین الان آخوم، من عفت کلامم خیلی تازگی از دست دادم به واقعا. همه براش نوچ نوچی بکنین دوستان، کامنت نوچ نوچ انگلیسی بزن، کامنت نوچ نوچ انگلیسی. نه ببین من واقعا قول داده بودم که یه ذره عفت کلامه رو درستش کنم. خب یکی هم این که لغلغ زبون یعنی آره این میشه لغلغ. من یکی عفت کلامه یکم ناموسن کمش میکنم. از همین الان هر کی دید یاد کامنت انگلیسی رو زر و من دیدم دیر قبول. آره آره واقعا خیلی ممنونم، خیلی میدونیم من اوکی هم تو عفت کلام نداشته باشی، ولی باید بدونی که هر جمعی یه آدمی که میخواد موفق باشه باید بدونی که آقا هر جمعی یک کاری، تو مثلا با دو تا از رفیقات راه میری که اونا فوش نه، خب تو اونا فوش بده اوکی، ولی باید بدونی که آقا مثلا با سنا میای بیرون، سنا دوست نداره فوش، پس فوش نده. آفرین اینو هم فهمیدی چی میگم؟ من معمولا اون سری هم بهت گفتم، حالا درسته با هر دوستم یه طور رفتار میکنم خب، ولی در مجموع یک نفرم، واقعا اینو قبول دارم که متفاوت نیستم با هم دوستم. خب خیلی خوبه این، اصلا اصلش دارم. اینه که تو یکی باشی ولی خب بتونی میدونی بی فرم باشی، خوشایند آقا اون دوستم اگه نمیخوای باشی حداقل ناخوشایند اون دوستم نباش. نباش آره. و اگه آره. میدونی یه جوری هستی که خودتو نمیتونی تغییر بدی، پس نباید ناراحت چی که دوستت با تو کمتر را بره. آره فهمیدی چی میگم؟ آره من رفیق داشتم خیلی هم مثلا دوستش داشتم ولی کلا کات شدم چون با هم نخوردین. بای فوراور. خیلی ممنون که به ما گوش دادین. بچه ها نظرتون رو بگید من چه اسمی بذارم برای خودم. خب من معمولا تو اینستاگرام متین کیا 4520 بودم، دیگه پیجر رو پاک کردم، الان شدم کیا متین. آقا این چیزا برمیزیو برای تبلیغات نه پنجاه تا الان فالوور دارم، الان پنجاه تا فالوور دارم، ولی خب یه اسم یه پسفند خوب برام فاک یو تو تبلیغ میکنه. 4520 برای چی حالا؟ چون شماره قبلیم 4520 من شماره هم میدی توی آیدی اینستا. نه بابا آخر شماره هم بود 4520 و اینکه یه پسوند خوب به من بگین اگه... متین تیتاب. اگه با متین تیتاب موافقین حتما تو کامنت ها بگین متین تیتاب انگلیسی انگلیسی جرد رایت کنید که کامنت بسید. خیلی مهمه آقا، دمتون گرم که ما رو دیدین و اینکه کلیپ هایی که من بعد با من رو حتما ببینید، من براتون سورپرایز دارم. عاشقتونم و تا دیداری دیگر بدرود. بدرود.